درود بر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. یکم در مورد موضوعات روز صحبت کنیم. امروز رهبری در مورد انتخابات صحبت کرد، میگفت هر کسی که دینم نداره خود ایران دوست داره و فلان اینا بیا شرکت بکنه. ولی من انقدر از این انتخابات، مخصوصا انتخابات مجلس، بدم میاد. مجلس عوام، مجلسی که توش هرچی دوز و کارچاخ کن و رانت و هرچی آدم کثیف هست تو ایران، اساره آدم های خبیث کشور. میگن مجلس اساره فضائل است، اتفاقا اساره خبیثترین و کثیفترین آدم های ایران هست که تو مجلس جمع میشن. ما ملت هم مثل گوزاله دوباره میریم باز زمین، دوزای نکبت رو میفرستیم تو این طویله. هیچ اعتقادی من به این انتخابات، به ویژه انتخابات مجلس ندارم. اونم چی؟ مجلس عوام. مجلس عوام رو که من اصلا به رسمیت نمیشناسم. مجلس مهستان داشته باشیم باز خوبه، که انسان های دلسوز باشن، لشکری اکثرا باشن و منافع کشور رو تشخیص بدن، نه یه آدم کثیف دوزه بعد شلوار خیس کنه ضد وطن. من هیچ رغبتی ندارم تو انتخاب شرکت کنم. اتفاقا تحریم انتخابات به نفع کشور، هرچی مشارکت پایین تر بهتر، مخصوصا این سلبریتی و نکبت اگر تحریم کنن چقدر خوبه. اما ده اقلیتی که میرن همیشه رأی میدن، جریان انقلابی سالم حداقل میره تو، میسه همین صدر احمد بن کوچک زاده و رسایی و قالیباف و اینا بهتر، حداقل مجلس بی خطره و بهتر از اینه که هم بهتر که تحریم باشه این مجلس عوام نکبت و دوست. نکته بعدی، رهبر در مورد ظاهرا نشینه ولی میگن در مورد عدالت صحبت کرده. اولا که خیلی دیره رهبر عزیز، بعد از 30 سال از رهبری تازه داره میگه عدالت، وقتی که کشور سرمایه‌داری بلعیده، ابر میلیاردرها کشور بلعیدن. الان کشور مدل سرمایه‌داری فاشیستی هست، یعنی هیچ جای دنیا اینطور نیست که اینجا سرمایه‌داری کثیف فاشیستی الان در ایران حاکمه. کشور دست ابر میلیاردرهاست، همه چیز کشور دست اونه. در بانک مرکزی بگیر، از بانک ها بگیر، از گمرک شما بگیر، از پالایشگاه ها بگیر، کارخانه سیمان ها بگیر، تمام اقتصاد کشور، خودرو بگیر، مشت دزد کثیف ابر میلیاردی غارتگر، 45 هزار تا آدم های مثل زالو چسبیده به بانک مرکزی. الان دیگه گفتن از عدالت دیره، اصلا مردم اصلا واژه عدالت رو فراموش کردن، کسی دغدغه عدالت نداره. مردم هم اصلا انگار نمیدونن عدالت چی هست. عدالت از نظر مردم اینه که یک لقمه مثل سگ جلوشون بندازن همین ابر میلیاردرهای کثیف و اینو راضی باشن، در حالی که عدالت یعنی که اصلا ابر میلیاردر در کشور نباشه، اینجور رانت در کشور نباشه، در دنیا نباید باشه، اصلا سیستم طبقه نباید باشه. چیه دستشون برمیاد؟ کی میخواد بیاد؟ همه اینا که آلوده هستن، اکثر اینا که دارن میان تو سیستم حکومتی، چی عدالتی میخوان برگزار بکنن، برقرار بکنن؟ اصلا نمیفهمن عدالت چیه. از نظر اینا عدالت همین که گفتم که ابر میلیاردرها باشن، طبقه اشراف باشن، اون یه لقمه که جلو سگ میندازن، جلو ملت بندازن، این اسمش گوشن عدالت. عدالت یعنی که همه در فرصت ها برابر، هیچ شخص طبقه ابر میلیاردر و اشراف در کشور وجود نداشته باشه. سیستم های تولید کننده طبقه اشراف نباید باشه. خیلی دیره گفتن این حرف برای عدالت اجتماعی. در حد حرف هم باقی میمونه سید جان رهبر جان، تو خودت هم میدونی که این حرف فقط در حد حرف، عدالت اینطوری پیاده نمیشه. وقتی اکثریت مسئولین کشور دزد و ابر میلیاردر غارتگر هستن و کشور رو سهامی کردن، همه چون خودشون و بچه هاشون، فقط یک انقلاب میتونه مورد دست این جماعت کثیف ابر میلیاردر نجات بده. انتخابات هم ما رو به سمت عدالت نمیبره و هرچند این جریان منحوس کثیف یأجوج مأجوج هاشمچی و اسحاقیون نباشن باز بهتر، قابل تحمله. هرچند اونا وقتی تو مجلس هم نباشن، ریاست جمهوری هم نباشن، باز کشور دست اون جماعت. سیستم مالی کشور طوری طراحی شده، اقتصاد کشور که همیشه دست جماعت منحوس هاشمچی و اسحاقیون باشه. این جماعت انقلابی فقط حرف میزنن و کاری ازشون بر نمیاد، هیچ کاری نمیتونن بکن. خبر بعدی، این ترامپ نکبت قاتل حرومزاده ولد زنا به اصطلاح تبرئه شد. خب اون یه مشت این میلیاردرهای کثیف آمریکا، خب تبرئهش کردن، شیاطین تبرئهش کردن، خدا که تبرئه نکرد. خونخواه
شیخ سلیمانی امام حسین است و خدای امام حسین، و این مردی که با مرگ بد و بیابرو خواهد مرد. درامپ کثیف. و نکته آخر در مورد ادلب، شهر سراغب آزاد شد و ایشالله به زودی شهر ادلب آزاد میشه. شهرها چه راحت سقوط میکرد در سوریه و چقدر به سختی روستا به روستا واسش جمع شد، خون ریخته شد. هر روستایی که پس گرفته شد معادل یه جنگ استالینگراد بود، یه جنگ مسکو بود، یا یه جنگ در واقع سن پترزبورگ بود. اینطور واسه برگشتن هر یه روستا همه کشته داده شد، یعنی شهر به شهر به داعشی ها داده شد، وجب به وجب با کشتار زیاد، با خون زیاد، با خون شهدای ایرانی و افغانستانی و جاهای دیگه آذربایجانی عراقی پس گرفته شد. و این مردمش، اکثر مردمش به کشور خودشون خیانت میکردن و اصلا خشم خیانت بسیار بالا بود، چون اونجا به طور سنتی معاویه و تخم معاویه و نوادگان معاویه و ابو سفیان در شام نفوذ زیاد داشتن. و این آزادی ادلب رو من تعبیر میکنم به شکست معاویه به دست امام علی و فتح شام به دست امام علی. یعنی که ادلب آزاد بشه انگار که امام علی معاویه ملعون رو شکوند و کمرش رو شام رو امام علی فتح کرد. این بسیار مهمه که بعد از 1400 سال در واقع این روح امام علی است که شام رو از دست این نوادگان کثیف ابو سفیانی و سفیانی به در آورد. چه خیانت های بزرگی کرد ترکیه ملعون. اگر این همسایه خبیث نبود واسه ترکیه، هیچ وقت برای سوریه، هیچ وقت چنین اتفاقی برای سوریه نمی افتاد. و این خیانت های پی در پی ترکیه و حمایت از داعش و تروریست ها بود که در واقع با پول امارات و قطر و عربستان داعش های وحشی رو از اویغور و چچن و اینجور جا آوردن. الان تنها امیدش برای حفظ ادلب به همین چچنیا و اویغوری های وهابی هست دیگه، بلکه خودش جرأت نمیکنه چه هوایی چه زمینی با ارتش مقاومت درگیر بشه. مثل سگ میترسه که اگه بخواد با مقاومت درگیر بشه تمام دلخوشیش همین چچنیا و اویغوری های وحشی گچی میان و یه ده اسالیون زپرتی همیشه از اویغورها حمایت میکنن، نمیدونن که در واقع اونا وهابی های اویغور هستن یا وهابی های چچن هستن و میگن که چرا جمهوری اسلامی ضد چین موضع نمیگیره. خاک عالم رو سر شما تحلیلگرای سیاسی که نمیفهمید کجا منافع کشور است، منافع ایران است، منافع منطقه است. و البته مزدورای فکری این رسانه یا غربی هستند، خودشون که تحلیل ندارن. فقط دوست دارم به هر طریقی ضد روسیه و ضد چین باشه. باز هم قضیه ویروس کرونا هم میخواستن سوء استفاده کنن برای تخریب رابطه ایران با چین. و در واقع این میخوام بگم که هرچی این بر ملت سوریه آمد خیانت ترکیه بود، خیانت ترکیه بود و باعث شد که این داعشی ها تمام دنیا که در 30 سال عربستان با پول عربستان در مدارس وهابی پرورش داده شده بودن، از یک طرف هم مدارس ترکی. الان تمام دلخوشی ترکیه اینه که مدرسه ترکی بسازه، پرچم ترکیه رو بندازه تو خاک سوریه. چه بی‌حیا و بقی هم هست، طلبگار هنوز. یک کشور 8 سال به خاک خون کشیده با خیانتاش، هنوز میگه که چرا میخواد ادلب آزاد بکنه. ادلب به کلی چشم تو آزاد خواهد شد، نه ادلب، حتی افرین هم آزاد خواهد شد. و آمریکای منحوس نجس جنایتکار هم از مناطق تمام مناطق کردنشین بیرون خواهد انداخته شد. ان شاء الله آزادی فلسطین نزدیک است، بدرود.